قرآن کریم زمام امور بشر را. بعد از پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زمامدار امور بشر چی کسی را میدانه؟ کی هست؟ ببینید قرآن وقتی خواست که این خداوند وقتی مشیتش بر این قرار گرفت که این مسئله رو مطرح کنه، یعنی که بعد از پیامبر کسی که رهبری مسلمانان را به عهده میگیره و هدایت و تربیت فرد و جامعه را به عهده میگیره از همسینخی با پیامبر باشه. بله. کار را به اون نقطه‌ای که پیامبر رسونده است از همون نقطه شروع کنه، با سنخیتی تمام و کامل، با همون رویش، با همون رویش. و تدبیر الهی عجیب بود. نه. تدبیر الهی عجیب بود. یعنی ما حتی معرفی امام علی علیه السلام به عنوان جانشینی پیامبر ویژگی هایی داره که باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید تمام حاجه ها بله. که از مدینه همراه پیامبر شده و تمام کسانی که از عراق آمده، از مصر آمده، اینها باید حج را انجام بده، خب مکه را ترک کنن. بله. به نقطه ای برسن که حال آن دیگه باید جدا شد، مدنی ها بله. از یک راه برن تشریف ببرن، عراقی ها از راه دیگر و مصری ها از راه دیگر. بله. دستوری توقف داده شد سر چهار راهی به تعبیر دستوری خداوند. بله. دستوری قرآن بود، دستوری توقف داده شد. کسانی که جلو رفته بودن برگشتن، کسانی که پس مونده بودن ملحق شدن. تعداد چی بود؟ آمار را اونگونه که باید هنوز تحقیق صورت نگرفته است. میگن 120 هزار حاجی اونا از مدینه آمده بود، اما حاجیان مصر کجا بود؟ اونها ملحق شده بود. دیگر بلادهای اسلامی هم حاجیان عراق کجا؟ اونها ملحق شده بود. این تعداد را خدا میدانه، جمعیتی انبوه که چی کار شد. شاهدی صحنه معرفی امام علی به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر صورت بگیر. درود برش. و ببینید اون زمان رسوندن صدا کاری سخت بود. بله. باید افراد به جای بلندگو و لاسپیکر نقش ایفا میکردن. در هر فاصله نفری باید استاده می شد، هر سخنی که پیامبر بر زبان جاری می کرد اون نفر واسطه هم باید اون جمله را تکرار می کرد تا کسانی که دور دستر بودن بشنوند. خب خداوند دستور داد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. ایش این معرفی نکات عجیبی داره. نکته اولش اینه که این جمعیت حضورش لازم بود، این جمعیت باید حاضر میشد، همه میدیدن، همه میشنیدن که دستور دستوری خداوند. پیامبر هم نگرانی داره، خداوند نگرانی پیامبر را از میان بر میداره. میگن میفرماین که خداوند تو را حفظ میکنه، واسه میکنه این الناس. اگر این کار صورت نگیره، اگر رهبری با این ویژگی اعلام نشه و در هستی قدم نگذاره، مثل اینه که اسلام تبلیغ نشد. بله. هیچ کار صورت نگرفت، کار صورت نگرفت. یعنی قدرت اسلام، تبلیغ اسلام، نفوذ اسلام، حاکمیت اسلام همش بستگی داره به معرفی این نوع رهبری. آیه نازل شد و پیامبر آیه را خواند، میگن که هنوز جمعیت متفرق نشده بود
که آیه بعدی در سوره اول سوره مائده نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. دینی که رهبریش این ویژگی را داشته باشه، اون دین شانسی رهبری جامعه را داره، شانسی هدایت جامعه را داره، شانسی تربیت جامعه را داره.